جدیدترین مطالعات باستانشناسی در غار اسرارآمیز قلعه کرد پرده از رازهای عجیبی درباره تاریخ سکونت انسان در فلات ایران برداشته و جهان باستانشناسی را شگفت زده کرده است. این داستان کشفیات عجیب باستانشناسان در قدیمی ترین سکونتگاه شناخته شده انسان در ایران است. با ما همراه باشید. اولین نشانه های سکونت نئاندرتال ها در فلات ایران در سال 1328 شمسی کشف شد. کارلتون کوون، دیرینه شناس آمریکایی، در غارهای بیستون کرمانشاه بقایای گونه ای از نئاندرتال ها را یافت و پس از آن در ادامه تحقیقات باستانشناسی در مناطق دیگری همچون رشته کوههای زاگرس در خوزستان، غاری به نام قلعه بزی در نزدیکی اصفهان و سپس در مناطق دیگری همچون آذربایجان، فارس، سیستان و بلوچستان نشانه هایی از سکونت نئاندرتال ها به دست آمد. اما اکثر آثار به دست آمده از سکونت نئاندرتال ها شامل ابزارهای سنگی و خاکسترهای باقی مانده از روشن کردن آتش در غارها بوده و باستانشناسان با بررسی این آثار به این نتیجه رسیدند که این گونه منقرض شده از انسانها در دوره‌ای که به پارین سنگی میانی مشهور است و از حدود 200 یا 250 هزار سال پیش آغاز و در حدود 40 هزار سال قبل به پایان رسیده در مناطقی از ایران و غرب آسیا به صورت پراکنده حضور داشتند. به گفته شماری از دیرین انسان شناسان، جمجمه نئاندرتال ها نسبت به انسان های امروزی بلندتر و دوکی شکل بوده و دارای سقفی کوتاه و پیشانی عقب رفته و کوتاهی بوده که در بخش جلویی به دو قوس برجسته ابرویی ختم می شده است. بینی نئاندرتال ها بزرگ و آرواری آنها فاقد برآمدگی چانه بود که باعث برجسته شدن کلی بخش میانی صورت در آنها می شده است. در استخوان بندی تنه و اندام آنها نیز تفاوت هایی با انسان امروزی دیده می شود که خصوصا در شکل قفسی سینه و لگن آشکار است. نئاندرتال ها در مقایسه با انسان امروزی نسبتاً کوتاه قد بودند و میانگین طول قامت آنها در مردان 164 و در زنان 155 سانتیمتر و میانگین وزن آنها 65 کیلوگرم در مردان و 54 کیلوگرم در زنان بوده است. مطالعات جدید ژنتیکی نشان داده که نئاندرتال‌ها و نسل‌های اولیه انسان‌های امروزی در فاصله بین حدود 80 تا 50 هزار سال پیش آمیزش و پیوند داشتند که در نتیجه آن بین 1 تا 4% ژن نئاندرتال‌ها همچنان در انسان‌های امروزی ساکن آسیا و اروپا دیده می‌شود. اما اخیراً مطالعات باستانشناسی در غاری اسرارآمیز با قدمت بیش از 40 میلیون سال در مناطق مرکزی ایران پرده از اسراری شگفت‌انگیز درباره حضور گونه نئاندرتال در فلات ایران برداشته و جالب‌تر آنکه امیدها را برای کشف گونه‌ای قدیمی‌تر از انسان نماها به نام انسان هایدلبرگ افزایش داده است. انسان هایدلبرگ پیش از نئاندرتال ها و در حدود 1 میلیون سال پیش وجود داشته و دانشمندان آن را نیای مشترک انسان امروزی و نئاندرتال ها می دانند. اما تا کنون کوچکترین اثری از بقایا یا حضور آنها در هیچ نقطه ای از ایران به دست نیامده است. سال 1398 شمسی، استان قزوین، شهرستان آوج، غار قلعه کرد. هیئت مشترکی از باستانشناسان ایرانی و فرانسوی دومین فصل از کاوش‌های باستانشناسی را در غاری موسوم به قلعه کرد آغاز کردند. نخستین فصل از این کاوش‌ها که 1 سال پیش از آن انجام شده بود، صرف پر کردن حفره‌هایی شده بود
که حفاران غیر مجاز با نیت کشف اشیاء عتیقه در این مکان ایجاد کرده بودند. اما حاصل تحقیقات فصل دوم دیرین شناسان در غار قلعه کور کشفی غافلگیر کننده بود. در این کاوش ها دندان شیری یک کودک ناندرتال به دست آمد که قدمتی بیش از 175 هزار سال داشت. دانشمندان میگویند که این دندان شیری که استفاده بسیار زیادی از آن شده بود احتمالاً متعلق به یک کودک 9 تا 11 ساله از گونه ناندرتال ها بوده و با اینکه تعیین جنسیت صاحب دندان ممکن نبوده، دانشمندان با این فرض که متعلق به یک دختر بچه بوده آن را دختر کاسپی نامیدند. دندان شیری دختر کاسپی همکنون در موزه قزوین در معرض دید عموم قرار دارد. اما کشف دندان کودک ناندرتال 175 هزار ساله تنها آغاز ماجراجویی باستانشناسان در غار اسرارآمیز قلعه کرد بود و آنها در ادامه حفاری ها به نتایج شگفت‌انگیز دیگری دست یافتند. ورودی غار قلعه کرد 21 متر عرض و 5 متر طول دارد و تیم تحقیقات برای دسترسی به نهشته های باستان شناسی پس از طی یک دالان 20 متری کم ارتفاع در ابتدای غار به اتاقکی کوچک با ارتفاع حدود 2 متر رسیدند که میشد در آن ایستاد. اما پس از این اتاقک آنها به یک پرتگاه مرگبار 15 متری برخوردند که بدون تجهیزات صخره نوردی امکان عبور از آن وجود نداشت. پس از گذشتن از این پرتگاه آنها به محوطه و تالار عظیم و تو در توی برخوردند که میتواند ساعتها در آن چرخید. پس از بررسی‌های مقدماتی مشخص شد که ابعاد واقعی این غار پر رمز و راز بسیار وسیع‌تر از تصورات ابتدایی باستانشناسان بوده و بخش‌ها و لایه‌های باستانشناسی بسیاری در این مکان مربوط به زندگی گونه‌های مختلف انسان در آن انباشته شده است. ابعاد و عمق غار قلعه کرد به اندازه‌ای است که باستانشناسان تنها موفق به نقشه برداری بخش‌های محدودی از آن شدند و قسمت‌های وسیعی از غار هنوز کشف نشده باقی مانده است. تالار اصلی غار پوشیده از تزئینات آهکی ریز و درشت است. اما در کنار زیبایی‌های طبیعی مسحور کننده آن، این غار قدیمی‌ترین سکونتگاه شناخته شده انسان در ایران نام گرفته است. حفاری‌های انجام شده در لایه‌های تالار ابتدایی غار منجر به کشف آثاری از سکونت ناندرتال‌ها با قدمت بیش از 475 هزار سال شد که با اختلاف 300 هزار سال بیشتر از هر محوطه کشف شده ادعایی در ایران بود. همچنین در لایه‌های ابتدایی این غار بقایای استخوان‌های حیوانی بسیاری به دست آمد که نشان می‌داد این مکان برای مدت‌های بسیار طولانی محلی برای گردآوری شکار و پردازش گوشت حاصل از آن توسط ناندرتال‌ها بوده است. حجم عظیم استخوان‌های باقی مانده از شکار نشان می‌داد که ناندرتال‌ها برای مدت‌های طولانی در این مکان توقف می‌کردند. برخی از بقایای حیوانی متعلق به جانورانی همچون کرگدن دوشاخ پشمالو بوده که صدها هزار سال از انقراض آنها سپری شده. همچنین بقایای انواع اسب‌های وحشی و کفتار غارنشین و بسیاری از حیوانات دیگر در این لایه‌ها کشف شد که امروزه در ایران وجود ندارند. این کشفیات ثابت می‌کرد که این غار برای مدت‌های بسیار طولانی یعنی بیش از صدها هزار سال محل استقرار گونه‌های مختلفی از انسان‌ها بوده است. در نخستین لایه‌های غار اسرارآمیز قلعه کرد بقایای دیگری از اسکلت ناندرتال‌ها با قدمت بیش از 100 هزار سال به دست آمد. به این ترتیب تحقیقات باستانشناسی در غار قلعه کرد قدمت استقرار ناندرتال‌ها در ایران را که تا پیش از این حد اکثر 250 هزار سال تخمین زده می‌شد به بیش از 475 هزار سال افزایش داد. اما موضوع هیجان‌انگیز دیگری هم در مورد غار قلعه کرد وجود دارد.
از آنجایی که نهشته‌های باستان‌شناسی بسیار قدیمی‌تری نیز در لایه‌های پایینی این غار وجود دارد، باستان‌شناسان امیدوارند که با حفاری لایه‌های زیرین به بقایای انسان‌نماهای موسوم به هایدلبرگ که تصور می‌شود پیش از نئاندرتال‌ها و از حدود 1 میلیون سال قبل در ایران زندگی می‌کردند دست یابند. گونه ای از انسان‌ها که تاکنون هیچ گونه بقایایی از آنها در ایران به دست نیامده و با کشف احتمالی بقایا یا آثار زندگی آنها خدمت حضور انسان در سرزمین کهن ایران به حداقل 600 هزار سال پیش خواهد رسید.